سرخط خبرها. پنجشیر مورد بمباران قرار گرفت. حملات پهپادهای پاکستان بر پنجشیر. و به نقل از سپوتنیک منابع، امرالله صالح به تاجکستان فرار کرده است. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای ما خوش آمدید. لطفاً تا پایان با ما باشید. پنجشیر مورد بمباران قرار گرفت. نیروهای خاص کماندوی پاکستان به پنجشیر حمله کردند. به گزارش سپوتنیک، دو منبع در جبهه مقاومت و افغانستان انترنشنال می گویند در نبرد اخیر پنجشیر، نیروهای ویژه پاکستانی که با اراضی پنجشیر آشنا هستند و نقشه منطقه را دارند، به سنگرهای نیروهای مقاومت از هوا هجوم آوردند. عملیات پنجشیر در حال اجرا می شود که جنرال فیض حمید رئیس ISI در کابل قرار دارد. حملات پهپادهای پاکستان بر پنجشیر. نیروهای مقاومت ولایت پنجشیر مورد حملات راکتی پهپادهای پاکستان قرار گرفتند. با گزارش سپوتنیک با نقل از آماج نیوز، ضیا آریان نجات وکیل ولایت سمنگان گفته است که حملات راکتی رهبری شده امروز بر پنجشیر توسط تیارات بی سرنشین پاکستان صورت گرفته است. قابل ذکر است که امروز ولایت پنجشیر تحت حملات هوایی تیارات بی سرنشین نظامیان پاکستان قرار گرفت که تلفات زیاد بر نیروهای پنجشیر وارد نمود. گفته شده است که دو منبع در جبهه مقاومت به افغانستان انترنشنال اظهار داشتند که در نبرد اخیر پنجشیر، نیروهای ویژه پاکستانی که با اراضی پنجشیر آشنا هستند و نقشه این منطقه را دارند، به سنگرهای نیروهای مقاومت از هوا هجوم آوردند. عملیات پنجشیر در حال اجرا می شود که جنرال فیض حمید رئیس ISI در کابل قرار دارد. منابع، امرالله صالح به تاجکستان فرار کرده است. خبرهای حاکی از آن است که امرالله صالح، معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان، از پنجشیر به تاجکستان فرار کرده است. با گزارش سپوتنیک، منابع نزدیک به جبهه مقاومت مردمی به افغانستان انترنشنال خبر دادند که امرالله صالح، معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان، از پنجشیر به تاجکستان فرار کرده است. منابع خبری، احمد مسعود در جای امن در پنجشیر است. پایگاه خبری الشرق، احمد مسعود فرمانده جبهه مدافعان پنجشیر در جای امن در داخل پنجشیر قرار دارد. طالبان سیطره بر مرکز ولایت پنجشیر را کامل کرده است. به گفته برخی منابع خبری، امرالله صالح به تاجکستان فرار کرده است. همچنین خانه امرالله صالح دو بار مورد هدف بالگرد تهاجمی قرار گرفت. امرالله صالح به مکان نامعلوم منتقل شده است. به نقل از علی سیموکلان، پنجشیر، طالبان، تهدید یا فرصت؟ خبرگزاری افاق، مسئله پنجشیر برای طالبان یک فرصت است، زیرا آنان مجبور نیستند که به رهبران مطالبه‌گر و جاه طلب در قدرت سهم بدهند که سالهای سال حضور پررنگ در بدنه اصلی و کانونهای تصمیم گیری دستگاه قدرت را سهم بلا منازعه و حق غیر قابل مناقشه خیش دانستند. گفتگوها میان طالبان و جبهه مقاومت پنجشیر متوقف شده و جنگ جریان دارد. فهیندشتی، سخنگوی جبهه مقاومت، گفته که حملات طالبان با شکست مواجه شده است. او مدعی شده که طی روزهای اخیر نزدیک به 350 نفر از شبه نظامیان طالبان کشته، بیش از 280 نفر آنها زخمی و 35 نفر نیز اسیر شدند. در طرف دیگر، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، مدعی شده است که افراد این گروه وارد پنجشیر شده و برخی محلات را تصرف کردند. مجاهد گفته است بعد از اینکه مذاکرات با گروه مسلح در محل نتیجه نداد، ما عملیات را شروع کردیم. آنها تلفات سنگینی دیدند.
صرف نظر از اینکه ادعاهای دو طرف در زمینه پیشرفت‌ها و دستاوردهایشان در میدان نبرد تا چه حد درست است یا نیست، شکست مذاکرات سیاسی و تلاش‌ها برای حل صلح آمیز مسئله پنجشیر، پیامدهای برای سراسر افغانستان به ویژه در زمینه حاکمیت طالبان خواهد داشت. به نظر می رسد که تلاش های طالبان برای حل صلح آمیز این مسئله نیز نشان می دهد که آنها هم متوجه اهمیت آن شدند و می دانند که ناکامی در حل آن از مسیر مسلمت آمیز جویانه و سیاسی چه هزینه برای آن گروه خواهد داشت و چشم انداز حاکمیت دوباره آن بر افغانستان را چگونه تحت تاثیر قرار خواهد داد. مذاکرات سیاسی برای حل مسئله پنجشیر و رسیدگی به مطالبات رهبران آن در حال به بن‌بست می‌رسد که طالبان از آمادگی خود برای اعلام دولت جدید طی روزهای آینده خبر دادند. دولتی که طالبان می‌گویند فراگیر و همه شمول خواهد بود و همه اقشار و اقوام افغانستان در آن سهم خواهند داشت. ناظران می‌گویند که مسیر بحران پنجشیر و تبدیل آن به فرصت با تهدید بستگی زیاد به ترکیب و تشکیل نظام سیاسی جدید و دولت آینده از سوی طالبان دارد. به باور آنان با وجود آن که اکنون جنگ و رویارویی نظامی میان طالبان و آن چه اصطلاحاً جبهه مقاومت در پنجشیر نامیده می شود شروع شده، اما در نهایت این طالبان هستند که می توانند از پنجشیر فرصت برای گسترش حکومت خود را در ابعاد ملی بسازند و یا آن را تهدید علیه حکومت خود در آینده قرار دهند. مسئله پنجشیر برای طالبان یک فرصت است، زیر آنان مجبور نیستند که بر رهبران مطالبه‌گر و جاه‌طلب در قدرت سهم بدهند که سالهای سال حضور پررنگ در بدنه اصلی و کانونهای تصمیم گیری دستگاه قدرت را سهم بلا منازعه و حق غیر قابل مناقشه خیش دانستند. این رهبران اکنون در پنجشیر به سر میبرند و جنگ علیه طالبان رهبری میکنند، زیرا همان گونه که اشاره شد به مطالبات و منافع مورد نظر خیش در قدرت دست نیافته و نتوانستند طالبان را مجاب و مجبور به تمکین در برابر خواسته های خود کنند. با این حساب طالبان بدون آن که ناگزیر به ترد و تقیید و یا اعمال تحمیدات دیگر برای مار مطالبات جا طلبانه رهبران مورد نظر کرده باشند، آنان را در یک جغرافیه محدود تحت محاصره غیر قابل نفوذ منزوی کرده و مجبور نیستند که در کابل به عنوان مرکز قدرت سیاسی تحت فشار مطالبات آنان قرار بگیرند. در حال حاضر به نظر می رسد که دست کم بخشی از چهره هایی که در پنجشیر زیر نام آنچه جبهه مقاومت نامیده می شود فراهم آمدن، به دلیل از دست دادن موقعیت های سیاسی، دارایی ها و املاک شخصی و منافع فردی یا خانوادگی خود، به ویژه در کابل در پی تسلط طالبان، پرچم مخالفت علیه آن گروه را برافراشتند.